برای استفاده ازش خیلی راحته، گیت کلون و آدرسش که از اینجا برش داشتیم یا اینجا کپیش کردیم، اینتر رو میزنم، کلونش میکنم اول. بیا بیا بیا، چقدر حجیمه. ویدیو رو پاس کنیم تا کلونش تموم شه. خب کلون کرد، لیست میگیرم، cd next fisher ls modules zip، کت میکنم readme رو ببینم readme چی میگه. readme معمولا اینجور ابزارهای readme دارن که شما بفهمید چی کار باید بکنید برای نصبش. credits features فیلان bash setup bash next میشه، خودش همه کار رو انجام میده اتوماتیکه. میگم bash setup رو انجام بده، setting up environment. اینجایی که میبینید بهتون گفته could not open like file فلان permission denied، یعنی اینکه نیاز داره به sudo bash setup، دیگه اون ارورا رو بهتون نمیده. حالا خودش هرچی نیاز داره دانلود میکنه، هر کانفیگی که نیاز داره انجام میده و سب. انوایرمنتش رو ستاپ میکنه، بازم ساب میکنیم، ویدیو رو پاز میکنم تا طولانی نشه. خب نصبش تموم شد. حین این که داشت نصب میکرد، من پورت فورواردینگ از جلسه قبل گفتم بهتون پیدا کردم فرستادم که به دوره اضافه بشه. installation complete میگه این دستور رو ران کن، view full screen mode تا ران بشه، next بشه. میگم که اوکی، صفحه رو پاک کن، bash next fisher. میگم فیسبوک، امیدوارم یکی گیر و گور نداشته باشه. میگه credential لاگین پیجش رو میخوای یا چیز دیگه. میگم من fake security لاگین پیجش رو میخوام. سه میگه میخوای رو لوکال هاست باشه یا رو انگروک باشه. من میگم رو انگروک. رو لوکال هاست دیدی چجوری کار میکنه؟ رو انگروک سعی میکنه اینیتیالایز کنه، امیدوارم این یکی دیگه لینکو بده. البته اگر واقعا حدسم درست بوده باشه و مشکل لینک ندادن از این باشه که انگروک پولی شده و باید پلن تو اپگرید کنی، اینجا هم باید به مشکل بخوره. امیدوارم که نخوره، اشکال نداره. خب لانچ میکنه انگروک و فکرم انگروک توی ترمینال دیگه مون بازه هنوز. اینجا اینجا ببینید بازه. PS نه اینجا که باز نیست. اینجا چی؟ اینجا هم باز نیست. خب رفته رو لانچینگ انگروک گیر نکرده، ممکنه طول بکشه. من باز پاز میکنم توی محلش تپریش. خب این گیر کرد، یه دور ریبوت میدیم احتمالا درست شه. ریبوت دادن همینی که تایپ میکنید ریبوت، همون چون سرویسش ران بود نمیتونست دوباره رو خودش ران کنه. ریبوت کردن اینا هم معمولا زود طول زیاد طول نمیکشه، زود انجام میشه. نیکست فیشر و تلاش برای هک قانونی. خب اومد بالا، از ابتدای کارش دوباره ادامه این فیلمو میدیم. 1 2 3 لاگین میکنم، پسوردم 1 2 3 بود و ساب میکنم تا اوبونتو بیاد بالا. خب در خدمت اوبونتو هستیم. کند کار میکنه، احتمالا سی پیو کم بش دادم یا رم. کنترل آلت تی سی دی نیکست فیشر ال اس و بش نیکست فیشر. میگم لاگین پیج اینستاگرام هم بده این دفعه. میگه credential لاگین پیجش رو میخوای یا اوتو فالوور لاگین پیج رو میخوای یا بلو بج وریفای لاگین پیج. همون credential روی انگروک و صبر ببینیم چی میشه. خب
خب اینم هم همونو میگه، میگه send this link to the victim، ولی لینکی رو اینجا بهمون نمیده، دلیلش هم مشخصه دیگه. control c to exit، اینم میگم نفرست. میدونم چیه داستان، همون یکی گفتم انگروک پولی شده، ولی بازم میشه جوره اینم دور زد، این همون میمونه. من میتونم بگم که انگروک http روی پورت 4 تا فلان ران شه، سودو هم میزنم و یه بار دیگه میگم next feature بیاد بالا، مثلا تویچ currently down local host local expose local host. انگروک یه بار دیگه تست کنیم ببینیم میشه یا نه، اگر نشد میم روی لوکال هاست. انگروک خیلی خوب بود، انگروک میمد لینکی که شبیه بود به لینک واقعی رو درست میکرد بهتون میداد، الان چون پولی شده این کار رو نمیکنه، ولی به جای شما همچنان میتونید روی لوکال هاستتون همونا رو داشته باشید. بریم مثلا برای لاگین پیج همون چی بود دفعه قبل رفتیم، فیسبوک بود، این مایکروسافت رو این دفعه تست کنیم. میگم روی لوکال هاست بیارش بالا، لوکال هاست که میاد دیگه مشکل نداره. این لینک رو شما میدید به ویکتیمتون اصطلاحا، اوپن لینک، یه ذره فایرفاکس کنده، دو تا داد. این لاگین پیج خود مایکروسافته. سلام، حالت چطوره؟ ساین اینو میزنم. اتفاقی که میفته اینه که واقعا من از اون ور میبره به سایت اصلی مایکروسافت و اینجا هم بهم نشون داد چه خبره. سلام، حالت چطور؟ یه نکته خیلی 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 یا به قول این نایکی فارسیشون نمیاد، کلی 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 مهم. من اینو باز میکنم. حالا بذارید مایکروسافت نریم، بریم رو همون جیمیله. یه چیز خیلی جالب رو ببینید، نکس فیشر رو ران میکنم، میرم روی گوگل، جیمیل اولد لاگین میخوای یا نیو لاگین پیج، من نیوشو میزنم قاعدتا نیو کاربردش بیشتر. اینو باز میکنم، همون پورت و همون چیزه، میگم ygh.cina، پسوردم هم اینه، دمپایی صورتی، اینو ساین این میکنم، دونت سیو هم میزنم. چی شد؟ من آورد توی لاگین پیج خود چیز، لاگین پیج واقعی گوگل، و اینکه چون اینجا دمپایی رو با دیه اشتباه زدم برد منو توی آیا پسورد رو فراموش کردی یا نه. کاری که میکنم اینه، یه دور دیگه اینو لود میکنم، اینجا میزنم ygh.cina، اینجا میزنم d@dampai صورتی، لاگین رو میزنم و میگه که اکانتت رو ریکاوری کن، میگم این و میره. واقعا الان دیگه سایت گوگل هستیم، منو در حقیقت ریدایرکت هم کرد روی پیج اصلی و اینجا همه چی آورد، همه چی من دارم راحت میبینم. بستگی داره شما کدوم سایتش رو ران کنید. بش نکست فیشر مثلا همون اینستاگرام رو تست کنیم، کردنشیال لاگین، اوتو فالوور لاگین پیج یا بلو بج وریفای لاگین. سه چیه بلو بج وریفای لاگین؟ اگر رو لوکال هاست بیارمش بالا، شما میرسید به اون قسمتی که به تو میگه وریفای کن، میگید اپلای ناو، تاریخ تولدتون اینا رو میزنید، یوزرنیم و پسوردتون رو میزنید و پسوردتون رو اکانتتون رو وریفای میکنید و هرچی که اینجا بزنی این اینور میگیرتش اینا، به همین راحتی. کانفرم ایمیل رو که بزنید ایمیلتون هم اینجا ازتون میگیره، سابمیت میکنید، دونت سیو رو میزنید، میگه که وریفای شد، ساکسسفولی وریفای شد، خوشحال باش. و اینجا همه چی رو به هکر تحویل دادید. یه بار دیگه رانش میکنم، میگم بارو سراغ خطرناکش چیه، اونی که خیلی ممکنه خطرناک باشه، همون داستان بیت کوین دارتش، ای بی مثلا، نه ای بی هم که کاری نداره، همون استیم که میشه مثلا
مال بازی یا پیپل که مال اکانت چیزه. میزنم روی سرویو بیاد بالا که میگه currently down. ببینیم خودش آپش میکنه یا نه. select port دیفالت خودش، custom link درست کنم، بله. custom subdomainت این باشه، میگم بله. سرویو رو میاره بالا، سعی میکنه اینو اگه بازش کنم اینجا پیپل رو چون نمیتونه جنریت کنه اینو میاره بالا. خب چی شد؟ victim ip found to ip.txt سیوش. خب یه چیزی من میخواستم تست کنم، خودم میخواستم تست کنم ولی فیلمش هم میگیرم با هم دیگه تست. اینستاگرام credential login page و روی سرویو ببینیم بالا میاد یا نه. وای ببینید حالت عادی بهتون میگه که من روی میارم بالا، این لوکال هاستشه. این هم همون نمیده، سرویو هم این لینک رو بهمون نمیده. میخواستم ببینم ممکنه این بده که نه. آخرین گزینش هم امتحان میکنیم ببینیم میشه یا نه. expose 4 custom link میگم درست کن با همین sub domain و sub میکنم ببینم لینک رو میده یا نمیده. یه لینکی که شبیه تر باشه به لینک واقعی، 127.0.0.1 نیاره. اینم نمیده متاسفم که طبیعی هم هست دیگه، اینا همشون پولی هم. و البته اگر من بفهمم که اشتباه گفتم هیچ اشکالی نداره، اگه مربوط به اون پولی شدن نباشه قطعا بهتون میگم درستش چیه. دوباره دیگه اینستاگرام آخری هم تست کنیم. لوکال هاست ران میگه فینگرپرینت هم میخوای؟ میگم نه. لاگین اینفو رو اینجا بهت میگه بده. من اینو باز میکنم، اینجا میزنم ygh-ca، این پایینم میزنم دمپای صورتی، اینتر رو میزنم، به هم اینا رو داد و توی این فایلم سیوش کرد. اینجا هم توی لاگینش گیر کرده، هیچ کاری نمیکنه، نهایتا یه ایرور میده. خب پس این از نکست فیچر خیلی کاربردی زیاده. من توصیه میکنم اگر میخواید این کار رو حرفه‌ای انجام بدید اکانت انگروک رو بخرید و میشه خریدش، نمیدونم چه جوری از کجا ولی فکر نمی کنم خیلی هزینه بر باشه. بذارید ببینیم چه جوریه. انگروک، چون توی انگروک اگر لاگین کنید و اون حالا کلیدش هم بزنید، توکنش رو بزنید، توی ترمینال هم بهتون نشون نده، توی داشبوردش بهتون میگه چه لینکایی براتون ساخته. بذارید بیاد بالا با هم ببینیم چه جوری میشه خرید اکانتشو. فکر کنم هم با بیت کوین بشه بخرید، هم پیپال. اگر دوستی دارید یا آشنایی دارید خارج از کشور میتونید بهش پسورد و یوزرنیمتون رو بدید، بگید بره براتون اینو آپدیتش کنه. توی اینجا نه، بیلینگ اینا آپگریدش کنید. 20 دلاره، 20 دلار به همه میشه فکر کنم نزدیک الان 600 هزار تومان، ولی بهتون گفته که دیگه حالت پرو داره و انترپرایز. انترپرایز خیلی حرفه‌ایشه، وایلد کارت دامین بهتون میده، اینجا کاستوم دامین داره، ریزرو تی سی پی آدرس داره و اتنتیکیشن و غیره و غیره. این حتی آی پی ریستریکت هم داره، ریستریکشن هم داره. چقدر جالب، پولامو جمع کنم یه دونه بگیرم اکانتش. و اینکه فکر میکنم سالانه است یا ماهانه است، نمیدونم. پر مانث، ماهی یک بار میتونید ازش، نه یعنی ماهی باید 20 دلار بدید تا بتونید ازش استفاده کنید. لایسنس یه دونه ای و همین دیگه. فکر میکنم چقدر شد؟ شد 240 دلار. چرا؟ آها ماهی 20 دلار برای یک ماه. میگم ماهانه بده، اون خواست 10 ماهه بده، بازم شد 240 دلار. دی
240 دلار، نمیدونم داستان اینش چیه. نیم کارت میزنید و با بیت کوین هم نمیشه پرداختش کرد. آها درست. اینجا انوال رو بذاریم خاموشش کنید که به شکل ماهانه بتونید پرداخت کنید و 25 دلار میشه دیگه. الان 5 دلار هم احتمالاً مالیاتشونه، احتمالاً کارت و مشخصاتش رو و در نهایت پرداختش. این فقط برای استفاده از انگرو که به شما یه لینکی بده که لینک رو حاضر آماده بفرستید. بهتون گفتم شما میتونید این لینک رو حاضر آماده هم نفرستید، یعنی از همون 127.001 استفاده کنید، منتها به جای 127.001 میتونید آی پی خودتون رو بزنید. یعنی اینکه من اگر اینجا بگم این بیاد ران بشه رو فیسبوک و روی لوکال هاست رو انگروک میتونست ران بشه، قبلا الان نمیشه، میگم رو لوکال هاست ران کن. این آی پی رو یه جورایی باید پور فوروردینگ از توسط همون ابزار قبلیه بلک آی خیلی راحت تر به شکل حالا یا دی ام زی یا پورت فوروردینگ که یکی جفتش از نظر تکنیکی انجامش بدید. این از داستان فیشینگ. دو تا از بهترین ابزارهای فیشینگ اینا بود. قطعا همینجوری ابزارهای مختلف رو تو طول دوره معرفی میکنیم، شاید دوره منتشر شده باشه و بعدا ابزارها اضافه بشه. هر ابزار جدیدی که بیاد هم خوشحال میشم شما به من اطلاع بدید، هم خودم میگردم پیدا میکنم و آموزشاشو ضبط میکنیم به دوره اضافه.